بر مبنای برنامه ریزی که اداره کاریابی به همراه شما انجام داده است، شما بایستی هر ماه گزارش فعالیتهای خود را به این اداره تحویل دهید. در گزارش فعالیت شهر می دهید که در ماه گذشته چه کارهایی انجام داده اید و نتیجه این کارها چه بوده است؟ فعالیت های شما بایستی بر مبنای برنامه ریزی شما انجام گیرد. اگر به طور مثال در برنامه ریزی شما نوشته شده که بایستی زبان سوئدی برای مهاجران را بخوانید و یا با کارفرما ملاقات داشته باشید، بایستی در گزارش فعالیت خود شر دهید در دوره آموزشی SFE به چه سطحی رسیده اید و ملاقات با کارفرما چگونه انجام شد؟ گزارش فعالیت برای آن است که اداره کاریابی بتواند پیشرفت های شما را پیگیری کرده و حمایت درستی به شما ارائه دهد. گزارش فعالیت خود را می توانید در صفحات من در وبسایت اداره کاریابی ارائه دهید. شما می توانید به این وبسایت از طریق یک کامپیوتر یا تلفن موبایل دسترسی پیدا کنید برای ورود به وبسایت به یک شناسه الکترونیکی نیاز دارید که می توانید اون را از بانک خود دریافت دارید شناسه الکترونیکی برای تماس با سایر ادارات دولتی نیز بسیار مفید است در وبسایت اداره کاریابی مطالب بیشتری در مورد شناسه الکترونیکی بخوانید. در وبسایت اداره کاریابی همچنین یک فیلم وجود دارد که چگونگی گزارش فعالیت از طریق صفحات من را دقیقاً به شما نشان می دهد.